ایران و روسیه، دو کشور در نزدیکی هم، حتی برای مدتی همسایه. گاهی برای دهه‌ها در جنگ، گاهی متحد و در بیشتر زمانها دشمن. روابط ایران و روسیه تاریخ دست کم سه قرن اخیر ایران است. داستان‌هایی که از جنگ و استعمار و تجارت آغاز می‌شود و تا امروز ادامه یافته است. سال 1157 خورشیدی مردی در شمال ایران شورش کرد که نه تنها کشور را یک پارچه کرد، بلکه بسیاری از سرزمین‌های سابق صفویان را به ایران بازگرداند. آقا محمد خان قاجار. از زمان سقوط صفویان ایران کشوری چند پاره شده بود که در هر گوشه‌اش کسی حکومت می‌کرد. آقا محمد خان در مدت کوتاهی توانست با ارتشی منظم بخش‌های مهمی از کشور را تسخیر کند. با این حال او از نامیدن خود به نام شاه پرهیز می‌کرد و معتقد بود تا تمام سرزمین‌های صفوی را یک پارچه نکند، شاه ایران نخواهد بود. یکی از این سرزمین‌ها قفقاز بود. سرزمینی کوهستانی در شمال ایران که چند دهه قبل‌تر ضمیمه روسیه شده بود. قفقاز نقشی کلیدی برای روسیه داشت تا بر رقیب بزرگ خود عثمانی برتری یابد. آقا محمد خان سرانجام پس از آرام کردن اوضاع ولایت‌های مرکزی و جنوبی به قفقاز لشکر کشید. روسیه از کمک به خاننشین‌های گرجستان و ایروان خودداری کرد. آقا محمد خان سراسر منطقه را تسخیر کرد و خصوصاً در تفلیس کشتاری بسیار بزرگ و هولناک به راه انداخت. پس از بازگشت از تفلیس بود که آقا محمد خان در دشت مغان اعلام پادشاهی و کمی بعد در تهران با بستن شمشیر صفوی به کمر تاج گذاری کرد. پس از قتل آقا محمد خان، فتح علی شاه قاجار بر تخت سلطنت نشست. برای چند سال کشمکشی میان ایران و روسیه پیش نیامد. سال 1179 خورشیدی روسیه گرجستان را دوباره ضمیمه خاک خود کرد. یک سال بعد الکساندر اول به امپراتوری روسیه رسید. او امپراتوری جوان و بلند پرواز بود و معتقد بود تمام خاننشین‌های قفقاز تا رود ارس باید به روسیه الحاق شوند. سال 1183 جنگ بزرگ میان ایران و روسیه بر سر قفقاز آغاز شد. جنگ‌هایی که دو دوره و مجموعاً 25 سال به طول انجامید و حاصل آن شکست و تغییرات اقتصادی و اجتماعی گسترده برای ایران بود. فرمانده جنگ روس‌ها پاول سیسیانوف بود، مردی خشن که از آسیایی‌ها و ایرانیان تنفر داشت. فرماندهی قوای ایران در دستان عباس میرزا ولیعهد محبوب قاجار بود. عباس میرزا که حاکم آذربایجان بود در آغاز جنگ تنها 15 سال داشت. ارتش روسیه ابتدا گرجستان را تسخیر کرد و سپس به ارمنستان لشکر کشید. از دست رفتن تفلیس و ایروان تأثیر عمیقی بر مردم و رهبران سیاسی در ایران داشت. موج بزرگی از سربازگیری شروع شد و عباس میرزا با لشکری عظیم
از 55,000 سواره و پیاده عازم جنگ شد. هر دو طرف جنگ مشکلات خود را داشتند. قوای ایران گرچه بزرگ بود، اما از اسلحه های مدرن بهره‌ای نمی برد. بودجه نظامی کفاف ارتش را نمی داد. حکومت مرکزی تمام بار جنگ را بر دوش آذربایجان انداخته بود که جوابگوی نیازها نبود. مقرری سربازان بسیار کم بود و آنها ناچار می شدند دست به غارت بزنند. روس‌ها هم در طول جنگ ناچار بودند در چند جبهه از جمله با فرانسه ناپلئونی و عثمانی بجنگند. دوره اول جنگ با پیروزی‌ها و شکست‌های متمادی ایرانیان همراه بود. عباس میرزا در چند جبهه به برتری رسید، گرچه کافی نبود. از همان زمان بود که پای قدرت‌های بزرگ مانند بریتانیا و فرانسه به ایران باز شد. ایران تلاش می‌کرد با کمک این کشورها ارتش خود را مدرن کند. در نهایت اما سیاست اروپایی و صلح و جنگ مداوم میان این کشورها با روسیه مانع از مدرنیزاسیون ارتش ایران شد. در این میان سیسیانوف در باکو کشته شد و پس از او چند ژنرال دیگر به فرماندهی جنگ با ایران رسیدند. سال 1190 در یک نبرد سرنوشت ساز روس‌ها به اردوی عباس میرزا در اسلاندوز در نزدیکی ارس حمله کردند. ارتش عباس میرزا که آماده نبود تار و مار شد. روس‌ها نه تنها گرجستان را فتح کردند بلکه به خانات تالش هم حمله کرده و آن را تسخیر کردند. شاه قاجار ناچار شد تسلیم شود. حاج میرزا ابوالحسن خان ایلچی به سن پترزبورگ رفت تا با میانجیگری سفیر بریتانیا با روس‌ها صلح کند. حاصل آن عهدنامه گلستان بود. یکی از تحقیرآمیزترین عهدنامه‌های تاریخ ایران. ایران از تمام خانات قفقاز به جز ارمنستان و نخجوان چشم پوشی کرد. کشتیرانی در دریای خزر برای ایرانیان ممنوع شد. همچنین آزادی‌های گسترده‌ای برای بازرگانان روس در ایران در نظر گرفته شد. این نخستین سنگ بنای نابودی اقتصاد مستقل در ایران بود. پس از معاهده گلستان، غرور ملی ایرانیان به شدت آسیب دیده بود. 3 میلیون شهروند ایرانی تحت حاکمیت روس‌ها قرار گرفته بودند و الکسی پتروویچ یرمانوف، وزیر مختار روسیه در تهران، با زبان عتاب و به تندی با ایرانیان رفتار می کرد. خشم ملی و بیزاری از روس‌ها، علمای شیعه را واداشت تا اعلام جهاد کنند. عباس میرزا از جنگ استقبال کرد چون میپنداشت میتواند اعتبارش را بازگرداند. ارتش ایران اما آماده جنگ نبود. بریتانیا و کشورهای دیگر به ایران کمک نمیکردند و بودجه آذربایجان کفاف جنگ را نمیداد. با این حال وقتی سال 1204 جنگ آغاز شد، ایرانیان شجاعانه جنگیدند و به سوی شمال پیش روی کردند. به نظر می رسید ایرانی ها سرانجام پیروز شدند. اما در نبرد نهایی، در اچمیادزین، در نزدیکی ایروان، عباس میرزا و سپاهش به سختی شکست خوردند. ارتش روسیه از رود ارس گذشت و 2 هفته بعد تبریز را تسخیر کرد. ایران تسلیم شد. این بار در ده ترکمانچای معاهده ای امضا شد که حتی از گلستان هم بدتر بود. حالا نخجوان، ایروان، تالش و مغان هم از دست رفته بود و غرامتی بسیار سنگین در نظر گرفته شد. ایران از پس شکست سنگین از روسیه تا دهه ها دیگر قدرت نظامی محسوب نمی شد.
همچنین به لحاظ اقتصادی بسیار به بریتانیا و روسیه متکی شد. ترکمانچای ضربه روحی و روانی عمیقی بر ایرانیان وارد کرد. یکی از نشانهای این ضربه در ماجرای گریبایدوف خود را نشان داد. الکساندر گریبایدوف، دیپلمات، شاعر و نمایشنامه نویس شهیر روس، به عنوان وزیر مختار روسیه به ایران آمده بود. بنا به عهدنامه ترکمانچای، تمام مردمی که از قفقاز کوچ کرده بودند باید به سرزمین اصلی باز می گشتند. این شامل تعدادی از زنان ارمنی و گرجی هم می شد که عضو خانواده های بانفوذ ایرانی بودند. گریبایدوف مانند اسلافش در نکوهش ایرانیان فروگذار نمی کرد. شاید به همین دلیل با تحریک یک مجتهد منبرنشین، مردم خشمگین از تحقیر به سفارت روسیه ریختند و گریبایدوف و همراهان او را به قتل رساندند. داستان غمناک نبرد میان ایران و روسیه بر سر قفقاز اما تازه آغاز کشمکش بود. قدرت‌های اروپایی بازی بزرگی را بر سر ایران آغاز کرده بودند.